مهمترین خبرها. از محدودیت‌های آموزشی بر بانوان تا تأکید بر فراهمسازی زمینه تحصیلی در افغانستان. شیر محمد عباس استانگزی خواستار فراهمسازی زمینه تحصیل برای بانوان در کشور شده است. در شریعت مقدس به چوکار که او در افغانی عنانات به چوکار که زمینه در فعالیت و کار ورته مسائل. تأکید آلمان بر پشتیبانی از مردم افغانستان. وزیر خارجه آلمان بر پشتیبانی کشورش از حقوق بشر در افغانستان تأکید کرده است. اعلان همبستگی مقامات آلمان با مردم افغانستان یک اطمینان دادن هم به سازمان متحد و جان و خاصه به مردم افغانستان. نگرانی شورای امنیت سازمان ملل از افزایش تهدیدات داعش در جهان. شورای امنیت سازمان ملل امروز نشست را به هدف ارزیابی تهدیدات داعش در جهان از جمله افغانستان برگزار می‌کند. مبارزه با داعش یا با دیگر گروهایی که به نام گروه‌های دهشت‌پسند یاد میشن وظیفه حکومت طالبان است. با تسلیت پوتین به خانواده پریگوژین. ولادیمیر پوتین مرگ رئیس گروه واگنر را به خانواده‌اش تسلیت گفت. با درود و مهر به شما، من طیبه صدیقی هستم و شما هم بیننده این ساعت خبری با من از یک هستید. امروز جمعه برابر است با سوم سنبله سال 1402 خورشیدی. مشروع خبرها. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت امور خارجه میگوید حکومت سرپرست باید زمینه تحصیل بانوان در کشور را فراهم کند. آقای استانگزی در نشست به مناسبت استقلال افغانستان که در کابل برگزار شده بود میافزاید چالش هایی که فراروی زنان و دختران افغانستان قرار دارد نتیجه عملکرد افراطی حکومت پیشین است. معین وزارت امور خارجه اطمینان می‌دهد که افغانستان خواهان روابط دوستانه با کشورهای همسایه و جهان است و از آنان می‌خواهد تا اجازه ندهند خاکشان علیه افغانستان استفاده شود. تحصیل حق اسلامی زنان و دختران است. شیر محمد عباس استانگزی معین سیاسی وزارت خارجه می‌گوید تعلیم و تحصیل حق اسلامی بانوان است. هر حکومت وظیفه دارد تا درم مرکزهای تعلیمی و تحصیلی را برای بانوان باز نگه دارد. او در نشست که از سوی کاروان وطنسازان به مناسبت استقلال کشور برگزار شده بود می‌افزاید که آلا وجیبه ماست تا زمینه کار و تحصیل را برای بانوان فراهم کنیم. نن دازمونگ وجیبه ده، نن دازمونگ ده نظام وجیبه ده چه دوی تا در زون پا هر ساحه که در شریعت مقدس پا چوکار که او در افغانی عنانات پا چوکار که زمینه در فعالیت و کار ورته مساعده کن. معین سیاسی وزارت خارجه خطاب به جهان میگوید افغانستان خواهان روابط دوستانه با کشورهای همسایه و جهان است و از آنان میخواهد تا اجازه ندهد خاکشان علیه افغانستان استفاده شود. ما میخواهیم با کشورهای همسایه، کشورهای منطقه و کشورهای جهان در یک فضای مسالمت آمیز زندگی بکنیم. هیچ وقت خاک ما تهدید به اونا نخواد و همچنان از اونایی خواهش داریم که از خاک از اونا علیه امنیت و سالمیت افغانستان استفاده نشه و ما به هیچ کسی یقه نخواهیم داد. آقای استانگزی میگوید آلا در افغانستان جزیره قدرت نیست. در این کشور اقلیت و اکثریت وجود ندارد. او همچنان گمرک‌های کشور را مدرن خوانده و از ثبات پول افغانی در مقابل ارزهای خارجی یادآوری می‌کند. من په افغانستان که داړماران نسته، د قدرت جزیره نسته، زورگویان نسته. من په افغانستان که اقلیت و اکثریت مون په نظر نه پیژنم. ما یې نه مشخصم کی کی اکثریت است کی اقلیت است. هر اقلیت به نزد ما اکثرت است تا وقتی که ما حق حضور از ظالم بگیریم. در این نشست شماره دیگری از مقام های امارت اسلامی میگویند که
مسلمانان میان همدیگر وحدت دارند، اما بعض القها به دنبال ترویج اختلافات مذهبی و قومی هستند. بعض کلی به دستی که یه در مذهبی اختلاف، در سمتی اختلاف، اقتصادی اختلاف، مادی اختلاف، عقیدوی اختلاف، على هذا القياس نور اختلافات و تبلمن وی. گفتنی است که در این نشست برگزار کنندگان تئاتری را آماده کرده بودند که پیام همدلی و وحدت را می رسانید. وزارت خارجه آلمان میگوید که کشورش از دفاع از حقوق بشر در افغانستان دست نخواهد کشید. وزارت خارجه آلمان در توییت گفته که آنالنا بربوک، وزیر خارجه این کشور، با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار و روی وضعیت کنونی و پشتیبانی از مردم این کشور گفتگو کردند. به گفته وزارت خارجه آلمان، همبستگی این کشور با مردم افغانستان شکست ناپذیر است. ریچارد منند، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، هم در توییت از پشتیبانی آلمان از مردم افغانستان استقبال کرده است. سازمان ملل متحد و آلمان بر نیاز به پاسخگویی در رابطه با نقض حقوق بشر در افغانستان تاکید کردند. وزارت خارجه آلمان در توییت گفته که آنالنا بربوک، وزیر خارجه این کشور، با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان دیدار کرده و روی وضعیت کنونی و پشتیبانی از مردم افغانستان گفتگو کردند. وزارت خارجه آلمان تاکید کرده که آلمان از دفاع از حقوق بشر در افغانستان دست نخواهد برداشت. همبستگی ما با مردم افغانستان شکست ناپذیر است. ما از دفاع از حقوق بشر آنها دست نخواهیم برداشت. به همین دلیل امروز خانم بربوک، وزیر خارجه، با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد، در مورد وضعیت کنونی افغانستان و پشتیبانی از مردم این کشور گفتگو کردند. اعلان همبستگی مقامات آلمان با مردم افغانستان یک اطمینان دادن هم به سازمان ملل متحد، هم به جان و خاصا به مردم افغانستان است و از طرف دیگر یک هشدار هم برای مقامات مرد اسلامی است که کمکای از و مسادت از و تعامل و برسم شناختن مسائل مربوط میشه به حقوق بشر در افغانستان. یعنی شرط خود بازم تاکید کردن که در این مورد طالبا باید اقدام کنن. در همین حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، هم در توییت از پشتیبانی دوامدار آلمان از مردم افغانستان استقبال کرده و دیدارش با وزیر خارجه آلمان را مایه خوشحالی عنوان کرده است. آقای بنت در نوشتهش گفته که سیاست خارجی فمینیستی آلمان بر نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید می کند. از پشتیبانی های مداوم آلمان از افغان ها استقبال میکنم. دیدار و گفتگو با خانم بربوک، وزیر امور خارجه، در مورد مسئله های مهم حقوق بشر در افغانستان مایه خوشحالی بود، از جمله سیاست خارجی فمینیستی، در حالی که سیاست خارجی آلمان هم بر نیاز به پاسخگویی در مورد نقض حقوق بشر تاکید میکند. به شمول حاکمیت نخست طالبان 27 سال می شود که سازمان ملل متحد درخواست احترام گذاشتن به حقوق انسانی در افغانستان را دارد، مگر طالبان برخلاف خواسته سازمان ملل متحد عمل می کنند. این نشان می دهد که هر دو طرف دارند فرصت سوزی می کنند. این در حالی است که آلمان و به ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد بارها ادعا کردند که امارت اسلامی حقوق بشر را در افغانستان نقض کردند، ادعاهایی که مقامهای امارت اسلامی آن را رد کردند. شورای امنیت سازمان ملل نشست را به هدف ارزیابی تهدیدات داعش در جهان از جمله افغانستان برگزار می کند. شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیه گفته که این نشست در مورد 17th گزارش این شورا برگزار خواهد شد. بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل که چند پیش منتشر شد، داعش توانایی های جنگی خود در افغانستان را افزایش داده و حدود 4,000 تا 6,000 تن عضو دارد. امارت اسلامی اما این گزارش را رد کرده بود. نشست شورای امنیت سازمان ملل، نشستی که قرار است امروز به هدف ارزیابی تهدیدات داعش در جهان از جمله در افغانستان برگزار شود. قرار است در این نشست ولادیمیر ورونکوف، معاون دبیرکل سازمان ملل در امور مبارزه با هراس افکنی، و ناتالیا ژرمن، مدیر اجرایی کمیته مبارزه با هراس افکنی، در این نشست سخنرانی کنند.
شورای امنیت در مورد 17مین گزارش سالانه در سطح راهبردی این شورا در مورد تهدیدهای ناشی از تهدیدات داعش برای صلح و امنیت جهانی تشکیل نشست خواهد داد. شورای امنیت سازمان ملل متحد و بعضی از شورای منطقه و جهان که نگرانی و تشویق خود را از فعالیت و پیشرفت‌های گروه توریستی داعش در افغانستان نشان می‌دهد، آنها باید بدانند که گروه توریستی داعش ساخته استخبارات قوی جهان برای اهداف مشخص استراتژیکیشان می‌باشد. شورای امنیت سازمان ملل در اعلامیه گفته که نشست 17مین گزارش این شورا را بررسی می‌کند. بر اساس گزارش شورای امنیت سازمان ملل که چند پیش منتشر شد، داعش توانایی‌های جنگی خود در افغانستان را افزایش داده و حدود 4,000 تا 6,000 تن جنگجو دارد. مبارزه با داعش یا با دیگر گروهایی که به نام گروه‌های دهشت‌پسند یاد میشه وظیفه حکومت طالبان است. در این مورد اونا برنامه دارند و باید برنامه‌شان بیشتر شفاف باشد. اما فیصله شورای امنیت و دیگر نهادهای جهانی در این مورد بدون کمک اجرایی و هم در صورت که حکومت طالبان توافق داشته باشه کدام تأثیری بر مبارزه حکومت طالبان بالای این مسئله ندارد. پیش از این شماره از کشورها از تهدیدات هراس افغانی از خاک افغانستان نگرانی کردند، اما امارت اسلامی گفته که به هیچ گروه هراس افغان در افغانستان اجازه فعالیت دادن خواهد شد و از خاک افغانستان هیچ تهدیدی متوجه جهان نیست. محمد فضل حقانی سرپرست سفارت افغانستان در تهران با معاون امور مرکز مدارس بین المللی وزارت آموزش و پرورش ایران دیدار کرده است. آقای حقانی در دیدار با مقام های ایرانی روی مسئله های مربوط به دانش آموزان مهاجر افغان در ایران و تسهیلات بیشتر در روند ثبت نام آنان در مکتب های این کشور گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در ایران میگوید به تمام واجدین شرایط چه مدرک هویتی داشته باشند و یا نسبت به هر دلیل مدرک نداشته باشند از طریق سیستم وزارت امور داخلی ایران زمینه ثبت نام در مکتب‌های این کشور را فراهم نمودند. کمیته جهانی صلیب سرخ بار دیگر وضعیت بد اقتصادی افغانستان را نگران کننده خوانده و گفته که 55% مردم این کشور به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. این نهاد در گزارش گفته که ادامه تحریم های اقتصادی بر افغانستان به بحران اقتصادی در این کشور شدت می بخشد. آگاهان اقتصادی هم به این باورند که حکومت سرپرست برای حل این چالش ها باید با جامعه جهانی وارد تعامل شود. ادامه نگرانی از وضعیت بد اقتصادی، نگرانی که نشان از عمق بحران اقتصادی را در افغانستان روایت می کند. کمیته جهانی صلیب سرخ می گوید 55% مردم افغانستان به کمک های بشر دوستانه نیازمند هستند. این نهاد روز گذشته در گزارشی که از نیمه نخست سال جاری به نشر رسانده گفته که تحریم ها عمق این وضعیت را در افغانستان می افزاید. در افغانستان بیشتر از نصف جمعیت یعنی 55% نفوذ به کمک های بشر دوستانه نیاز دارند. تحریم های اقتصادی وضعیت وخیم را رونق می بخشد. کمیته صلیب سرخ همچنان یادآور شده که در 6 ماه نخست سال جاری به بیش از 581,000 بیمار که بیشترشان زنان و کودکان بودند در 47 مرکز بهداشتی کمک کرده است. در شرایط کلونی افغانستان به شدت نیازمند کمک های بشر دوستانه و انسان دوستانه در افغانستان می باشند. از هر لحاظ که بنا با مشکل مواجه شوند بدون شک متضرر مردم افغانستان خواهند شد. این نهاد جهانی گفته که به بیش از 12,000 زندانی در 11 زندان در افغانستان 3 وعده غذا فراهم کرده است. کمیته جهانی صلیب سرخ بر ادامه کمک‌هایش به مردم افغانستان در زمینه مراقبت‌های صحی و بهبود معیشت تعهد کرده است. اگر مؤسسه صلیب سرخ یا هر نهاد بین‌المللی دیگه بگه یا نگه، وضعیت اقتصادی افغانستان بحرانی است و اگر جلوش گرفته نشه شوربختانه به طرف فاجعه میره. ما 30 تا 35% تولید ناخالص داخلی ما مطابق به احصائیه‌ها کاهش یافته، سطح فقر افزایش یافته و علاوه بر او هر سال حدود 600 تا 700 هزار نفر به نیروی کار و همچنان به جمعیت یا نفوس افغانستان افزوده میشه. اینا نان کار دارن، لباس کار دارن، مسکن کار دارن.
پیشتر این نهاد گفته بود که به دلیل کمبودی بودجه تا پایان ماه آگوست پشتیبانی اش از 24 بیمارستان در افغانستان را متوقف خواهد کرد. سفارت افغانستان در انقره ترکیه اعلام کرده که به مناسبت 104مین سال روز استقلال افغانستان یک نمایشگاه فرهنگی و هنری را برگزار کرده است. سفارت افغانستان در انقره در صفحه تویترش نگاشته که در این نمایشگاه آثار هنرمندان افغانستان در ترکیه از جمله نقاشی، خوشنویسی، هنرهای چوبی، صنایع دستی و قالین افغانی به نمایش گذاشته شده است. در این نمایشگاه که به هدف معرفی و توسعه فرهنگ و هنر افغانستان ایجاد شده بود، چهار هنرمند افغانستان اثرهایشان را به نمایش گذاشتند. وزارت مهاجران و برگشت کنندگان میگویند که بیش از 800 مهاجر افغان به تاریخ 29 الا 31 ماه اسد از پاکستان به کشور برگشتند. به نوشته این وزارت از میان برگشت کنندگان بیش از 142 خانواده به گونه داوطلبانه و 13 تن دیگر زندانیان آزاد شده هستند. به گفته این وزارت افراد مذکور پس از ثبت جهت ارائه کمک های ابتدایی به سازمان جهانی مهاجرت و کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان معرفی شدند. همزمان با این وزارت مهاجران و برگشت کنندگان میگوید پیش از 2000 مهاجر افغان از ایران به کشور برگشتند. این وزارت در توییت گفته که این مهاجران به تاریخ اول ماه سنبله از ایران بازگشتند. بر بنیاد اطلاعات وزارت مهاجران، این مهاجران برای دریافت کمک به نمایندگی دفتر سازمان جهانی مهاجرت معرفی شدند. و در مهمترین های امروز جهان هم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه یک روز پس از سقوط هواپیمای یگنی پریگوژین در یک پیام ویدیویی به خانواده‌اش تسلیت گفت و پریگوژین را انسان و تاجر باهوش خواند که اشتباهات جدی مرتکب شد. کشته شدن غیر متقربه رئیس گروه خصوصی نظامی واگنر در سقوط هواپیمای شخصیش در شمال مسکو نگاه را به سوی پوتین کشانده که متهم به حذف شمار زیاد از مخالفان منتقدانش در داخل و خارج از روسیه است. همزمان با این، رهبران گروه بریکس در 15مین نشست خود که در جوهانسبورگ برگزار شد با درخواست عضویت 6 کشور موافقت کردند. بر اساس اعلام رئیس جمهور آفریقای جنوبی، ایران، آرژانتین، مصر، اتیوپیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی میتوانند از ابتدای جنوری 2024 فرایند عضویت خود را در گروه بریکس آغاز کنند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا که به اتهام تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در سال 2020 خود را به زندان در جورجیا تسلیم کرد، با سپردن وثیقه 200,000 دلاری آزاد شد. این در حال است که شی جین پینگ رئیس جمهور چین و نارندرا مودی نخست وزیر هند در حاشیه اجلاس سران بریکس در آفریقای جنوبی درباره روابط دو جانبه و اختلافات مرزی با یکدیگر گفتگو کردند. جزئیات بیشتر را در بسته خبری دنبال کنید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه یک روز پس از سقوط هواپیمای یگنی پریگوژین سکوت خود را شکست و در یک پیام ویدیویی به خانواده وی تسلیت گفت و پریگوژین را انسان و تاجر باهوش خواند که اشتباهات جدی مرتکب شد. به این ترتیب حکومت روسیه مرگ رهبر گروه نظامی واگنر را تایید کرد که در جنگ خونین و سقوط باخمود نقش برجسته ای داشت. او بعداً به دلیل اختلاف با وزیر دفاع و فرماندهان جنگ اوکراین سر به شورش گذاشت. ولادیمیر پوتین به سهم پریگوژین و جنگجویانش در جنگ اوکراین اذعان کرد و از نقش گروه او در آفریقا ستود. کشته شدن غیر مترقبه پریگوژین در سقوط هواپیمای خصوصیش در شمال مسکو نگاه ها را به سوی پوتین کشانده که متهم به حذف شمار زیادی از مخالفان و منتقدانش در داخل و خارج از روسیه است. رویترز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد که از نظر ایالات متحد هواپیمای رئیس گروه واگنر با راکت زمین به هوا از داخل خاک روسیه سقوط کرده است. رهبران گروه بریکس در 15مین نشست خود که در جوهانسبورگ برگزار شد با درخواست عضویت 6 کشور موافقت کردند. بر بنیاد اعلام روز پنجشنبه، رئیس جمهوری آفریقای جنوبی، ایران، آرژانتین، مصر، اتیوپیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی میتوانند از ابتدای جنوری 2024 فرایند عضویت خود را در گروه بریکس آغاز کنند.
مطابق تازه ترین گزارش صندوق جهانی پول، سرانه تولید ناخالص داخلی تمام کشورهای عضو گروه 7 کشور ثروتمند و صنعتی جهان بر پای برابری قدرت خرید از عضوهای کنونی برکس بالاتر است. پایان ترین سرانه‌ای که با 51.81 هزار دلار متعلق به ژاپن است، همچنان 48.7% بالاتر از سرانه روسیه است. کشوری که بالاترین سرانه تولید ناخالص داخلی را در میان 5 عضو کنونی برکس دارد. اما در صورتی که امارات متحده عربی به عضویت کامل برکس درآید، سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور از ایالات متحده نیز بالاتر است. سرانه تولید ناخالص داخلی امریکا در حال حاضر حدود 80.3 هزار دلار است، ولی این رقم برای امارات 88.22 هزار دلار است. در صورت عضویت نهایی ایران، آرژانتین، مصر، ایتوپیا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی در گروه برکس، سهم این گروه در تولید ناخالص داخلی جهان 4.78% بالاتر می رود و به 36.88% می رسد. مجموعه تولید ناخالص داخلی گروه 7 در سال 2023 حدود 52.16 تریلیون دلار اعلام شده، در حالی که تولید ناخالص داخلی 5 عضو کنونی برکس 56 تریلیون دلار است. صندوق جهانی پول تولید ناخالص داخلی جهان را بر پایه برابری قدرت خرید 174.47 تریلیون دلار برآورد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین امریکا که به اتهام تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری امریکا در سال 2020 خود را به زندان در جورجیا تسلیم کرد، پس از نزدیک به 20 دقیقه با سپردن وثیقه 200 هزار دلاری آزاد شد. رسانه‌های آمریکایی نخستین تصویر از ترامپ در زندان را بامداد امروز منتشر کردند که او را به عنوان نخستین رئیس جمهوری امریکا که زندانی شده است ثبت تاریخ کرد. وی همچنان نخستین دقایق بازگشتش به شبکه اجتماعی اکس که پیش از این به نام توییتر شناخته می شد، عکسی از خودش که توسط مسئولان زندان گرفته شده است را منتشر کرد. به گزارش یورو نیوز، ترامپ به خبرنگاران گفت که عمیقا باور دارم که امروز روز غم انگیز برای ایالات متحده است. چون این چیز هرگز نباید اتفاق می افتاد. اما از هر نظر حق داریم انتخابات غیر صادقانه را به چالش بکشیم. طرح اتهام‌های گوناگون در برابر رئیس جمهوری پیشین آمریکا در حالی که کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور در حال برگزاری است، احتمالاً روی نتایج مبارزه وی تأثیر می‌گذارد. دونالد ترامپ هفته گذشته در 13 مورد به ابطال نتیجه انتخابات در ایالت جورجیا در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2020 متهم شد و این یکی از 4 پرونده قضایی در برابر وی است. اما او بارها تاکید کرده که بی‌گناه است و پرونده در برابر او با انگیزه‌های سیاسی شکل گرفته است. و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین و نارندرا مودی نخست وزیر هند درباره روابط دو جانبه و اختلافهای مرزی با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری شینهوا، وزارت خارجه چین اعلام کرده که این دیدار در حاشیه نشست سران برکس در آفریقای جنوبی و به درخواست مودی برگزار شده است. شی در این دیدار تاکید کرده که بهبود روابط چین و هند به نفع دو کشور است و سبب تقویت صلح و توسعه جهانی و منطقه‌ای می‌شود. در همین حال خبرگزاری رویترز نیز به نقل از وزیر خارجه هند گزارش داده که مودی در این دیدار مسئله اختلاف‌های مرزی را با شی مطرح و نگرانی‌های دهلی نو را با او شریک ساخته است. این نخستین بار است که مودی مسئله اختلاف‌های مرزی را مستقیماً با رهبر چین مطرح می‌کند. چین و هند هفته گذشته توافق کردند تا در منطقه مورد مناقشه میان این دو کشور صلح را حفظ کنند. این توافق در 19مین دور مذاکرات فرماندهان چین و هند به دست آمده است. اختلاف‌های چین و هند بر سر خط مرزی میان این دو کشور در جموع و کشمیر از سال‌های پار به این سو ادامه دارد. در آخرین درگیری که میان نظامیان این دو کشور همسایه در سال 2020 رخ داد، دست کم 20 تن از هر دو طرف کشته شدند. اکنون هم آب هوا و نرخ ارزها. این بود خبرها در این ساعت. ممنون از توجه و همراهیتان. بقیه وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.